سلام، صبح بخیر. یادتون هست هفته پیش چی گفتیم؟ هر کدوم اینا قرار شد عاقلان در مقابل عاشقان مثلا قرار گرفته بودن. بله ظاهرا اونطوری مولوی میگه نیست، راست میگی از اون لحاظ. بله، از طرف دیگه صحبت اینم کردیم که هر چیزی جنس خودشو میکشه طرف خودش. بعد طبق اون قسمت داستانی که جذب هر عنصری جنس خود را که در ترکیب آدم محتبس شده به غیر جنس، مولوی حالتهایی میگه که آبی که در ما هست آب اونو داره میکشه، خاکی که در ما هست خاک داره اونو میکشه، همه اینا جنس خودشونو پس میخوان یا میخوان میگن بیا طرف خودمون. جانم اگه صدقه این باشه چرا؟ نه یعنی تا که از جانب معشوقه نباشد کششی، کوشش عاشق بیچاره به جایی نرسد. خب حالا اینجا صحبت اون البته مولوی راجع به بدن که صحبت میکرد، حتی مولوی اینو گفت راجع به عاشق و معشوق هم دیگه، نگفت، گفت هیچ عاشق خود نباشد و از جو که نه معشوقش بود جویای او. یعنی باید معشوق بخوادش که اینم دنبال وصل باشه. بله، هفته قبل هم دو هفته پیش هم صحبتشو کرده بودیم که یکی از راجب حب خداوند بود یا حب الله، که میگفت اگه واقعا تو دلت احساس کردی که نسبت به خداوند عشق ورزیدی یا خدا رو دوست داری، بدون که از اون طرفم برات اومده. شاید این حرف که هفته پیش هم بازم هفته پیش هم صحبتی اینو کردیم که اگه ما فکر میکنیم خداوند رو دوست داریم باید دلمون یه احساسی توش باشه، یه ذرم سنگین بود برای بعضی از دوستامون که گفتن قرار نیست اصلا ما، یه نظری بود گفتن که قرار نیست اصلا ما خدا رو دوست داشته باشیم، ما قراره فقط انجام وظیفه بکنیم. بعد صحبت اینو کردیم که مولوی به انجام وظیفه معتقد نیست. مولوی کارش عاشقیه، یعنی تو عاشقی که میکنه، تو عرفان عاشقی که برای خودش درست کرده، انجام وظیفه هم اون توه، ولی انجام وظیفه میکنه به خاطر حب و محبتی که داره، وگرنه
انجام وظیفه ای نمیبینه. حالا راجب این ولی به کرات صحبت کرد دیگه، راجب این که هر زدی به زد خودش، یعنی هر دو جنسی که مخالفن در حقیقت ولی از یه جنسن، همدیگر رو میخوام. و ما قبلا صحبت اعدادم اینجا کرده بودیم، عدد یک و عدد دو، و اینجا بیشتر عدد دو رو داره صحبتشو میکنه که هر دنیا اصلا روی جفت بنا شده و از جفتی خلاقیت به وجود میاد. یعنی شما وقتی که دو رو به وجود میارید، از دو سه میشه، سه اون آفرینشه. سه بهتون بگم، قبلا هم صحبتشو اینجا ما کردیم، عدد مقدسی بود برای فیثاغورسیان. اینا در یونان قدیم، اینا خب مثلث رو چیز مقدسی میدونستن و اونم به خاطر عدد سه بود، یعنی یه سه ضلعی رو حالا اونا نگاه میکردن. و این مثلث حالا انترپریتیشن های مختلفش رو دو دنیای الانمون میبینیم ما. برام مثال، حالا خیلی نخواهیم زیاد تو کنه و بنهش بریم، درخت کریسمس که شیپش همیشه اینطوره، دلیل خاصی داره که این درخت رو استفاده همه فکر میکنن این درخت رو استفاده میکنن به خاطر اینکه تو زمستون این درخت سبزه، در حالی که دلیل اصلیش اون نیست. درخت های دیگه هم هستن که در زمستون سبز باشن، اما این درخت نماد اون مثلثیه که آفرینش ازش به وجود میاد. حالا The Father and the Son and the Holy Ghost هم بازم اون یک و دو و سه هستش که نماد آفرینش. به هر حال عدد دو رو ما میتونیم به قدر مولانا بگیم دویت مثل زن و مرد، شب و روز، همینه اتفاقا همین صحبت رو قشنگ کرد. عدد سه از ترکیب عدد دو عدد سه به وجود میاد، یعنی از زن و مرد شما بچه داری، از شب و روز شما زمان رو داری، یا از سرد و گرم شما دما رو دارید. یعنی این به وجود اومدن، خلق شدن یه انتیتی دیگه همیشه از یه دو به وجود میاد. میگه دیگه، میگه میل همین جاست. میل اندر مرد و زن حق زان نهاد، تا بقا یابد جهان زین اتحاد. درسته؟ پس میشه مرد و زن میشه یک و دو، دو یه دویه، بقایی که به این دنیا میمونه عدد سه. میل هر جزوی به جزوی هم نهد، اتحاد هر دو تولیدی زهد. از دوتای اینا یه چیزی تولید میشه. حالا ما قرار گذاشته بود هفته پیش ما یه غزل اول حافظ رو خوندیم دیگه، درسته؟ یادتونه؟ پس اونو که خوندیم الان دیگه غزل اول حافظ رو وقتی میخونیم انشالله یه معنی دیگه ای ازش یه ذره بهتر نگاهش میکنیم، درسته؟ آخه یه غزل دیگه میخوام الان بخونم. الا یا ایها الساقی ادر کأسا و ناولها، که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها. همش سر همین بود که آقای زاباش آخر سر اومدن این بیتو امرو گفتن که خیلی که راه عاشقی ما فهمیدیم که اصلا از اون اول حافظم به این مسئله نه تنها پی برده، از همون اول اونم میاد و یه خط مشیش رو مشخص میکنه که قرار نیست این راحت باشه، قرار نبوده راحت باشه و جلو میره که حالا شب تاریک و بیم موج و گردابی چون این حائل، کجا دانند حال ما سبک باران ساحل ها.
و این وسط قرار شد که اول اومدیم گفتیم که این سبک باران ساحل ها کسایی که اصلا بویی نبردن از این چیزا، به خاطر همین اصلا حال ما رو نمیفهمن، زیادم نمیتونیم باهاشون ارتباط برقرار کنیم تا اینکه خود اونا بیان و بیفتن تو این شب تاریک و بیم موج و این چیز. بعد حالا چی دیگه گفتیم؟ بله شما بگید. نه بیت اولو گفتیم که چیزه این یکی که اینو نه بگید. از زبان خودش حافظ خیلی شهرت داشت و شهرتش حالا آدم دیگه یعنی آدم اون موقع در از کنند خلیج فارس و خاور میانه و هندوستان و نواب بنگاله از شیعان بود اون موقع مسلمان مثل شاه و شهرت به حافظ افرادش بهش رسیده بود، ازش دعوت کرد که بیاد پولی فرستاد و قدم مشهور داد حافظ رفت به طرف بندرگاه جنگ وقتی سوار کشتی بشه و به خب بسیار دوید که خلیج فارس بسیار بسیار دریایی متراکم است و گردابهای بسیار خطرناک بود. شب بود و هیچی کشتیشون را افتاد و ایشون خوبهایشون به هم خیلی وحشت کردن احتماس چیزا رو که اگر میگوید دیگه من ظاهر هم نه به تا که این رو من برگرد وقتی برگشتن مردم خوب شروع کردن حافظ رو مسخره کردن که بابا سیاسی دل مرد رو نداری که یه خوبی گردابی بوده و باید از این سفر بری پر اهمیتی که خب بودونه تردیم کنم شبت بیشتری بود از این رو از دنبال اون گفته که شبه تاریخ و بیمه و گردابی چنین حائل که تجربه کرده. بله بله کجا دادن حال ما سبب باران ساحل تو ساحل نشستی از من برید. این حافظ که میدونید اصلا مسافرت نمیکنه، یعنی حالا از شیراز جای دیگه نمیره، مثل اینکه تنها جایی که رفته بوده یه همون یه اتمپتی هم کرده حالا به قول شما این و یه طرف هم مثل اینکه طرف یزد میره و بر میگرده، یعنی بیسیکلی به خاطر همینه که میگه همش سمرقند و بخارا رو همینجوری بخشیده و یا مثلا چی میگه؟ میگه آب رکن آباد ما از سنگ می آید برو. پیام این بیت این استش که هیچ وقت از هیچ کس و هیچ چیز کریتیسایز نمیکنه. وقتی هم که چرا یه نفر مثلا اکسل هم بره چرا نمیشه؟ اکسل عملش اینطور یه شعر مرتین از بخشیده زندان سکندر بگیره موش بندم خواهد چاره ای ساز که از این حتی بعدی چاره ای ساز که از این مثل زندان سکندر که همون یزد خب دیگه به خاطر همین کلن شیرازی بوده دیگه، یعنی نمیشه زیاد بهش ایراد گرفت، جایی دوش نه سعدی شما میدونید که من اخیرا یه جایی خوندم سعدی تا لیبی هم رفته بوده اون موقع سعدی تا لیبی لیبی های الان، یعنی واقعا مسافرت میکرده و حالا به هر حال امروز حالا اگه یه دونه غزل دیگه هم امروز ما بخونیم بعد سعدی اول اومده بعد حافظ یه غزل امروز حالا از مولوی بخونیم. این غزلای اولش نیست ولی اوائل دیوان شمس ها. حالا من یه دفعه سریع میخونمش بعدش اگه خواستیم بیشتر روش تأمل میکنیم.
بله. مسلما اینا بالاخره میدونستن از هم دیگه، چون مثلا اگه ببینید نظامی مثلا لیلی و مجنون گفته، شما رفرنس به لیلی و مجنون تو تمام اشعار، تو اشعار مولوی داری، تو اشعار حافظ داری، سعدی رو نمیدونم که رفرنس داشته بهش یا نه، یا رستم مثلا صحبتشو مولوی میکنه، صحبتشو حافظ میکنه، به هر حال اینا از همدیگه خبر داشتن، میدونستن که کی که، یا مثلا مولوی از صنایع کلی صحبت میکنه، از بایزید بسطامی حرف میزنه، اینا میدونستن مسلم. اینجوری نبوده که توی سایلو نبودن، بالاخره از همدیگه خبر داشتن. به هر حال یه تو دیدی هیچ عاشق را که سیری بود از این سودا، تو دیدی هیچ ماهی را که او شد سیر از این دریا، تو دیدی هیچ نقشی را که از نقاش بگریزد، تو دیدی هیچ وامق را که عذرا خواهد از عذرا، از نه عذر خواستنه، نه وامق میشه معشوق، وامق میشه عاشق، معذرت میخوام. ما مصطلحا میگیم عذرا، عذرا اصلا که عذرا درسته میگه، عذرا اوکی، یکیش عذر خواستنه، دومیش اسمشه. حالا عذراس یا عذرا، من اسم پس عذراس، اوکی باش. خب باشه، حالا اجازه بدید. آره اردو، آره اجازه، یه بار اجرا بکنه. بود عاشق فراغ، بود عاشق فراغ اندر چو اسمی خالی از معنا، ولی معنا چو معشوقی فراغت دارد از اسما. اینجا اصلا نیستش، نه هر نذاشتم، من فقط میخوام گوش بدید. آره لطفا گوش کنید، به اوش هم زیاد توجه نکنید. آره من دوباره میخونم اینو. تو دیدی هیچ عاشق را که سیری بود از این سودا، تو دیدی هیچ ماهی را که او شد سیر از این دریا، تو دیدی هیچ نقشی را که از نقاش بگریزد، تو دیدی هیچ وامق را که عذرا خواهد از عذرا، بود عاشق فراغ اندر چو اسمی خالی از معنا، ولی معنی چو معشوقی فراغت دارد از اسما. تویی دریا منم ماهی، چنان دارم که میخواهی، بکن رحمت بکن شاهی که از تو مانده ام تنها. ایا شاهنشه قاهر، چه قحط رحمت است آخر، دمی که تو نیی حاضر گرفت آتش چنین بالا، اگر آتش تو را بیند چنان در گوشه بنشیند، که از آتش هر که گل چیند دهد آتش گل رعنا. عذاب است این جهان بی تو، مبادا یک زمان بی تو، به جان تو که جان، به جان تو که جان بی تو شکنجست و بلا بر ما. خیالت همچو سلطانی شدن در دل خرامانی، چنان که آید سلیمانی درون مسجد الاقصا. هزاران مشعله بر شد، همه مسجد منور شد، بهشت و حوض کوثر شد، بهشت و حوض کوثر شد، پر از رضوان پر از حورا. تعالی الله تعالی الله، درون چرخ چندین مه، تعالی الله تعالی الله، درون چرخ چندین مه، پر از حور است این خرگه، نهان از دیده اعما.
زهی دلشاد مرغی کو مقامی یافت اندر عشق، به کوه قاف کی یابد مقام و جای جز عنقا. زهی عنقای ربانی شهنشه شمس تبریزی، که او شمسی است نی شرقی و نی غربی و نی در جا. کسی راجع به این غزل نظری داره؟ خب الان میتونید. ببینید میخوام یعنی ما فکر میکنم یه چیزیو ببینید، یه سری لغت ها رو ما اینجا متوجه شدیم دیگه یعنی چی، یه سری اشاره ها رو میدونیم چیا رو میگه. غزل ها رو میخوام یواش یواش اگه بشه بشنویم، حداقل نسبت به اونا ببینیم ما کانکت میکنیم یا کانکت نمیکنیم. حالا این غزل کلن حرفش چیه؟ درست. رابطه دریا و ماهی چیه؟ بدون مرسی. بله. توی دریا منم ماهی، چنان دارم که میخواهی. بکن رحمت بکن شاهی، که از تو مانده ام تنها. نگه چنان دارم من چجوری میخوای؟ هریو ما یعنی منو چجوری میخوای؟ چنان دارم که میخوای، یعنی منو اونجوری حالا با شما نگه دار، یا از من اونو بخواه که میخوای. یعنی چی؟ یعنی فنا. یعنی ما این مرحله فقر و فنا رو شماها خیلی باید الان بدونید چیه. یعنی وقتی میگم خیلی باید بدونید، ما صحبت فنا رو که داریم میکنیم، اگه یکی از امیدوارم یکی ازتون بپرسه، این حداقل اقلش ما میتونیم داستان دقیقی رو راجبش صحبت کنیم و بگیم فنا به تو به دو درجه داره. در حقیقت اونجا مولوی اینو دو درجه کرد. یه درجه، درجه کسایی بود که به فقر و فنا رسیدن ولی هنوز اهل دعا بودن، یه عده بودن که ولی به فقر و فنا رسیدن و اهل دعا نبودند. دقوقی اهل دعا بود. چرا؟ چون وقتی که داشتن نماز میخوندن، اون صحنه رو وقتی دید دعا کرد برای اونایی که تو اون کشتی بودن. پشت سریاش اهل دعا نبودند و اونا میگفتن هر اتفاقی بیفته باید اتفاق بیفته. یعنی ما اینقدر به قول حال اینجا چنان دارم که میخواهی اینجاست، هر چی تو میخوای منم و بدون واسطه هم میخوام. پس فقر و فنا منظورتون اینه که اونی که نیازمنده و میخواد و اونی که قبول میکنه. فقر و فنا هفت شهر عشق اگه یادتون باشه از وادی طلب شروع میشه، بعد وادی عشق، بعد استغنا، توحید، خودم هم حفظ نیستم، آخرین وادی که بهش میرسن که هفتمی باشه میشه فقر و فنا. راجع به اینم صحبت کردیم که همه اینا یه سیمیلاریتی با هم دارن. هفت خانه رستم یه همچین چیزیه باز. هفت شهر عشق، هفت خانه رستم داریم، بعد هفت منزلی که توی عقل سرخ سهروردی اینو صحبتشو کردیم، یه خیلی مختصر ولی اینجا صحبتشو کردیم. اینا همشون با هم دیگه سیمیلاریتی دارن. خیلی جالبه. وادی تو هفت شهر عشق عطار، طلب، عشق، استغنا و توحید، اینا همش میشه چیزایی که ما باید رو خودمون کار کنیم و زمینیه. توی هفت خانه رستم مولوی از چهار خانه اول که داره میگذره، چهار خانه اول اگه یادتون باشه همه رو با کمک رخش ازش میگذره، اونایی که شاهنامه رو خوندن. از خانه چهارم به بعد رخش رو دیگه با خودش نمیبره. یعنی چهار وادی اول زمینی، سه وادی بعد آسمانی میشه. یعنی رمز و رازی که تو اینا حالا این بزرگان گذاشتن یه همچین حالتی داره. حالا
برگردیم باز، ولی همشون بلوپرینتشون یا اون نقشه اصلیشون یه جورایی روی این چیزی که عطار گفته میشه سوپر ایمپوز، یعنی اشتباه دارم میگم، میشه یه جوری همچنین بذاریم و بفهمیم که آره به همدیگه یه جورایی میخونن. آخریش به اینجاست که ببینید، یا مثلا منطق الطیر عطار رو نگاه بکنید، وقتی اینا میرسن به سیمرغ و میفهمن که خودشونم چیز هستن، بالاخره از 7 درجه اینا میگذرن تا به از 7 وادی میگذرن تا بالاخره اینا 30 تا میشن و میرسن به سیمرغ دیگه. اون رسیدن به اون مرحله آخر اینه که این اون فنا شدنه. فنا شدن هم اینجا ما صحبت رو خیلی کردیم، دوباره مثال میزنم، ولی فنا شدن یعنی شما خودی دیگه نباشه. وقتی منی در حقیقت نیستم اونجا من فنا شدم، وقتی سری دیگه نیست اونجا فنا شدم. دکتر سروش یه دونه مثال جالبی میزنه، میگه اگه یه دونه شیر اینجا یهویی وایسه جلوی شما باشه، خب خشکتون میزنه. یعنی من فکر نمی‌کنم کسی اینجا اگه شیری ببینه بتونه تکون بخوره از جاش. دلیلی که ما تکون نمی‌خوریم چه؟ خودمون یادمون میره. تنها چیزی که فکر می‌کنیم اینه که این شیره الان می‌خواد چیکار کنه با من. یعنی هیچ جور دیگه ما نمی‌تونیم. خودمون فراموشمون میشه. اون فنا شدنه. خب اونو یه ذره بهش تعمق بکنید وقتی که میرسیم به، اگه به مرحله فقر و فنای مولوی رسیده باشیم، آره خود دیگه نیست. اون فنا شدن از ترسه، ولی اون فنا شدنی که توی آره میگن از راست میگی ابسولوتلی، ولی حالتش یه حالته. مثال بود آره، فقط یعنی این وسط در مثلم مناقشه نیست، فقط ولی میخوام یعنی ما بدونیم یه جوری که این یعنی چی. فقر یعنی همش در حال آرزو کردنه. اینجا فقر نداشتن نیست، فقر بی‌نیازیه، یه آرزومندیه، اون چیزیه که ما همیشه دنبالش بودیم. بی‌نیازی، چیزی نخواستن، درسته. چیز مادی ما نمیخوایم اونجا دیگه، اون فقط تنها چیزی که هست اون وصله. خب حالا این غزل رو من یه کامنت دارم مانونی که اگر 2 سال پیش من بگیرم چند وقتش رو میکردم این کلاس رو اینو میخوندین of course. ببینید الف با داره همه چی، اینا هم الف با داره راستشو بخوان. یعنی من به خاطر همین میگم بهتون اگه یه جاهایی بشنوید این چیزا رو، الف بای اینا الانه ما با بالاخره با مثال و با چیز بهش رسیدیم، همین جوری هم بهش نرسیدیم، ما خط به خط اینا رو خوندیم و رسیدیم بهش. خب با هم معنی کردیم دیگه تا الان. بعد حالا یه دفعه دیگه، حالا اگه خواستید اینو با هم بخونید ببینیدش، این دفعه یه ذره راحت‌تره اگه وقتی ببینید. شاید من چون دوست دارم میخوام گوشمون یه ذره بیشتر آشنا بشه تا بعد ایشالا برمیگردیم به خب یه تو دیدی هیچ عاشق را که سیری بود از این دو سودا. سودام که میدونید یعنی این معامله یا این کاری که داره میکنه. تو دیدی هیچ ماهی را که او شد سیر از این دریا. تو دیدی هیچ نقشی را که از نقاش بگریزد. تو دیدی هیچ وامق را که عذرا خواهد از عذرا. اسم چیز بود عاشق فراغ اندر چو اسمی خالی از معنا. ولی معنا چو معشوقی فراغت دارد از اسما. توی دریا منم ماهی چنان دارم که میخواهی. بکن رحمت بکن شاهی که از تو ماندم تنها. ایا شاهنشه قاهر چه قحط و